سخن چهاردهم از قصه سهراب و رستم. به نام خداوند جان و خرد، که از او برتر اندیشه بر نگذرد. فرزند میهنم، سلام و درود بر تو، که خواستار رهایی وطنت از چنگال مشتی جنون زده می باشی، که همه کوشششان آن است تا سرزمین اهورایی را به بیغوله‌ای تبدیل کنند که مردمانی بی اخلاق و دور از مدنیت و ملیت ایرانی در آن به سر ببرند. عزیز هموطنم، بلند همتی را پیشه کن تا گفتار نیک و پندار نیک را جایگزین هر گونه ایدئولوژی خشونت بار بنمایی. و با سپاس از شما یاران ایران دوست که به من این رخصت بزرگ را بخشیده اید تا می توانم با آزادی سخن بگویم. از امید سهراب شد ناامید، بدو تیره شد روی روز سفید. رستم وقتی حرف های سهراب رو شنید، برخلاف سنت جوان مردان و رویه پهلوانی و اخلاق پاکیزه، شروع کرد به حیله ورزی و به سهراب گفتش که نه، من رستم نیستم، بلکه من یکی از خدمتگزاران اون باشم. که این سخنها سهراب جوان نازک دل نیکندیش را سخت آزرده کرد، به طوری که روز روشن در مقابلش تیره و تار شد. یادتون هست سهراب همه امیدش این بود که پدرش رو پیدا بکنه و یا وسیله‌ای بیابد که از اون نشان درستی به دست بیاورد. اما وقتی حرف‌های ناامید کننده پهلوانی رو که حتی نخواست نامش رو هم فاش کنه شنید، خونش به جوش اومد. دیگه نمیدونست چه کار بکنه. به آوردگه رفت و نیزه گرفت، همی مانده از گفت مادر شگفت. یکی تنگ میدان فرو ساختند، به کوتاه نیزه همی تاختند. نماندیچ بر نیزه بند و سنان، به چپ باز بردند هر دو انان. به شمشیر هندی برآویختند، همی زاهن آتش فرو ریختند. فردوسی تعریف میکنه سهراب که سخت دلتنگ و عصبی و رنجیده خاطر هست، در حالی که سخنان مادر به مغز و دلش چنگ انداخته، آب تلخ دهانش رو مزه مزه میکنه، در شگفتی که پس آن رستمی رو که مادرش اون همه ازش یاد کرده بود کجاست؟ چطور ممکنه در چنین اردوگاه جنگی حضور نداشته باشه؟ اصلا چرا هیچ کس از او خبری به من نمیده؟ عاقبت با تلخ‌کامی و خشم فراوان دست برد به نیزه و مقابل مرد جنگی ایستاد. شروع به رزم آزمایی کرد. ناگزیر پهلوان پیر هم به مقابله اش رفت، به طوری که نیزه هاشان خرد شد، شمشیرها از میان شکست. ولی گرفتند از آن پس عمود گران، غمی گشت بازوی کنداوران. ز نیرو عمود اندر آمد به خم، چمام با پایان و گردان دژم. ز اسپان فرو ریخت برگستوان، زره پاره شد بر میان گوان. ناگزیر هر دو پهلوان دست بردند به عمودهای گران تا شاید بتوانند مغز همدیگر را از هم متلاشی کنند، اما فقط بازوهاشون خسته شد، زیرا هر دو به خوبی از ضربات عمود فرار میکردند. زره هاشون پاره پاره شده بود. اسبا دیگه اسبای افتادند، دیگه نای جست و خیز نداشتند، اما هنوز هر دو پهلوان همچنان مقابل هم ایستاده بودند. تن از خون پراب و همه گام خاک،
زبان گشته از تشنگی چاک چاک. یکی از دیگر ایستادند دور، پر از درد باب و پر از رنج پور. فردوسی بزرگ میگوید دیگه صدایی از گلوی هیچ کدامشون بیرون نمیومد. چنان عرق از بدنشون سرازیر شد که زیر پاشون خاک تبدیل به گل شده بود. پدر پیر فرتوت خسته به کلی از پای در آمده، تحمل راست قامتی جوان را ندارد. فرزند جوان و رشیدش به کلی رنجیده از این وضعیت که همه کوشش و مجاهدتش بی نتیجه مانده. سخت آزرده دل، عاقبت از فرط خستگی هر دو از هم دور شدند و در چند قدمی مقابل هم زانو زدند و روی زمین نشستند. جهانا شگفتی ز کردار توست، شکسته هم از تو هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چه. فردوسی بزرگ فریاد برمی دارد که چنین شگفتی و کرداری از عظمت آفریدگار مهر آفرین وعید به نظر می رسد که دو انسان عاقل و بالغ که هم خون هستند و هم از یک نژاد و ریشه نتوانند حقیقت رو دریابند و یکدیگر رو نشناسند. زمانی که مهرورزی و الفت در دل و جان انسانها جایی نداشته باشد و خردگرایی روشن بینی جایش را به دشمنی و خصومت و کینه‌ورزی بدهد، چنین می شود که انسانیت و عطوفت از میان می رود، حتی بین پدر و پسر. همی بچه را باز داند ستور، که ماهی به دریا چه در دشت گور. نداند همی مرد از رنج و آز، یکی دشمنی را سفرزند باز. نداند همی مرد از رنج و آز، یکی دشمنی را سفرزند باز. فرزانه توس میگوید ای انسان، دقت کن که چه موجودی هستی. هنگامی که بداندیشی بر روح و روانت غلبه میکند، از هر درنده‌ای بدخواه‌تر میشوی. اسبا در میان گله‌های وحشی با یک نگاه، با یک بوییدن فرزندشون رو پیدا میکنند و مورد مهر و الفت قرار میدهند. ماهی‌ها در دریا در میان هزاران خزنده دریایی با یک نگاه بچه‌هاشون رو پیدا میکنند و سعی میکنند زیر بال خودشون نگاه دارند تا از هجوم ماهیخوارها در امان بمانند. اما تو ای انسان، وقتی توحش و نابخردی بر تو غلبه میکند، از شناسایی فرزندت حتی عاجز میمانی و به سخت ترین وشی جگرگوشت را از پای در میآوری. عجیب است که در این آوردگاه مهر و عطوفت در دل هیچ کدام نجنبید. بسیاری از محققین و شاهنامه شناسان که درباره جنگ سهراب و رستم به بررسی و تفحص پرداختند، می نویسند که سهراب جوانی است بی تجربه که نه سرد و گرم روزگار را چشیده، نه در میدان جنگ بوده، نه الفت و علقه پدر را آزموده. به این جهت اگر بویی از مهر و عطوفت بر دلش نیست، پس حرجی بر او وارد نیست. اما رستم، نام‌آوری که جهانی بر یله بودن او تکه می کند، او را مردی خردمند و نیکندیش می شناسند. چطور نتوانسته عناد و دشمنی و نابخردی را از خودش دور کند؟ و این نوجوان تازه به دوران رسیده را که به امید رسیدن به پدر خود را به آب آتش زده و این همه رنج را تحمل کرده، چنین گمراه کند و در جواب سوالات مهرورزانه او به گمراهی و نیرنگ متوسل بشود و چنان تنگ نظری و خودبینی بر او غلبه کند که کوچکترین ترحمی نسبت به جوانک تازه به دورون رسیده ننماید. به دل گفت رستم
که هرگز نهنگ ندیدم که آید بدین سان به جنگ. مرا خوار شد جنگ دیو سپید، ز مردی شد امروز دل ناامید. به سیری رسانیدم از روزگار، دو لشکر نظاره بر این کارزار. رستم که در نهایت خستگی و از پا افتادگی هست و در دور دست روی زمین نشسته، با خودش فکر میکرد که این نوجوان از چه خاندانیه که تا به حال من مثل او رو ندیدم. طوری به جنگ گریز میپردازه که هیچ هماوردی مانند او نیست. اصلا دیگه جنگ دیو سفید و رزم با آهرمن از یادم رفت. چنین دلاور بزرگی در جهان بی نظیر است. غمی شد دل هر دو از یکدیگر، گرفتند هر دو دوال کمر. تهمتن اگر دست بردی به سنگ، بکندی سیه کوه را روز جنگ. کمربند سهراب را چاره کرد، که از زین به جنباندن در نبرد. پس از کمی استراحت هر دو دوباره به قصد جنگیدن سوار شد. رستم که میتونست کوه را از جای بکنه و بالای سرش ببره، جلو رفت تا کمربند سهراب را بگیره و با او گلاویز بشه تا بتونه شگرد همیشگیش رو به کار ببره. پهلوان را جوان را از روی اسب بلند کنه و به زمین بکوبد. اما میان جوان را نبود آگهی، بماند از هنر دست رستم تهی. فروداشت دست از کمربند او، تهمتن چنان خیره مانده بدود. اما تهمتن دوران با وجود آنکه کمربند سهراب را با هر دو دستش گرفته و با همه قوت و قدرتش کوشش میکنه که او را از روی زین بلندش بکنه، اما پهلوان جوان همچون کوهی عظیم و بی حرکت روی اسبش استوار نشسته، به گونه ای که رستم عاجز و درمانده عاقبت او را رها میکنه. دو شیر اوژن از جنگ سیر آمدن، تبه گشته و خسته دیر آمدن. دگر بار سهراب گرز گران، ززین برکشید و بیفشرد ران. بزد گرز و آورد کتفش به درد، بپیچید و درد از دلیری بخرد. بخندید سهراب گفت ای سوار، به زخم دلیران نهی پایدار. رستم هنگامی که دست از کمر سهراب برداشت، دیگه نا نداشت تا دست به شگرد دیگری بزنه. هنوز خودشو جمع جور نکرده بود که سهراب دست برد به گرز گرانش، از پهلوی زین بلندش کرد، با قوت تمام روی شانه و کتف رستم فرود آورد. رستم از درد و ناراحتی سخت به خودش میپیچید و روی زین خم شده بود، اما در این حال سعی میکرد که خودشو حفظ کنه. در این موقع سهراب شروع کرد به رستم خندیدن و گفت هان پهلوان، میبینم که کوشش داری خودتو از زخمی گرزم کنار بکشی. به سستی رسید این از آن آن از این، چنان تنگ شد بر دلیران زمین. که از یکدیگر روی برکاشتند، دل و جان به اندوه بگذاشتند. تمام روز به زور آزمایی و کشتی گرفتن و فروکشی گذشت، اما هیچ یک از اونها نتونست بر دیگری غلبه کنند. خسته و درمانده شدند، به این جهت روی از هم برگرداندند، زیرا نمیدونستند که چه بکنند. اما ناگهان تهمتن به توران سپه شد به جنگ، برانسان که نخجیر بیند پلنگ. رستم که از این اوضاع و احوال به کلی پریشون شده بود، دلش میخواست که هر طور هست خشم خروششو یه جوری خالی بکنه، ناگهان سوار رخشش شد و روی به اردوگاه تورانی ها تا عصبانیت و درماندگیش رو سر سربازان بیگناه تورانی بریزه. مثل یک پلنگ گرسنه افتاد وسط سپاهیان، هر کس که دم دستش بود با یه ضربه شمشیر از پایش میانداخت. سهراب وقتی چنین دی به ایران سپه رفت سهراب گرد، انان باره تیز تک را سپرد.
بزد خویشتن را ابر آن سپاه، ز گردش بسی نامور شد تباه. میان سپه اندر آمد چو گرگ، پراکنده گشتند خرد و بزرگ. سهراب وقتی دید که رستم او رو به حال خودش گذاشت و به طرف سپاهیان تورانی حمله آورد، او هم پرید رو اسبش و یک سر تاخت به وسط اردو ایرانی ها و با شمشیر و نیزه دست به کشتار سربازان گذاشت و سعی می کرد تا به سوی تختگاه کاووس برود. دل رستم اندیشه ای کرد بعد که کاووس را بیگمان بد رسد، از این پرهنر ترک نو خواسته، به خفتان بر و بازو آراسته، به لشکرگه خیش تازید زود، که اندیشه دل بر آن گونه بود. میان سپه دید سهراب را، زمین لعل کرده به خوناب را. رستم همینطور که عنان رخش رو در میان اردوی تورانی ها به چپ و راست میگردون، به اصطلاح از کشته پشت میستاخت، یه مرتبه سرش رو بلند کرد تا ببینه که سهراب چیکار میکنه. متوجه شد که پهلوان جوان در میان سپاه ایرانیان راهش رو باز میکنه تا پیش بره، درست مثل یه گرگی که میان گله ای از آوهای جوان افتاده باشه. سر و دست و دل سپاهی ایرانی رو به ضرب شمشیر از هم می درد و روی به سوی سراپرده کاووس شاه دارد. غمی گشت رستم چو او را بدید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. بدو گفت کی تیز خونخوار مرد، ز ایران سپه جنگ با تو که کرد؟ چرا دست بد را نسودی همه، چو گرگ آمدی در میان رمه؟ رستم وقتی متوجه سهراب شد که همچون طوفانی اردوگاه ایرانیان را در هم میپیچد و جلو میرود، سخت از کرده خودش غمگین شد. به این جد سر رخش رو برگردون به طرف اردو ایرانی ها، فریادی از ته دل کشید به سوی سهراب که هی مرد، چه میکنی؟ چرا مثل یک گرگ در میان گله افتاده ای بیدریق سپاهیان ایران را میکشی، آنها که به جنگ با تو نیامدند؟ بدو گفت سهراب، توران سپاه از این رزم دورند و هم بیگناه. تو آهنگ کردی بر ایشان نخواست، کسی با تو پیکار و کینه نجست. سهراب وقتی نعره رستم را شنید که به او اعتراض میکنه که چرا به میان ایرانیان تاخته ای، با لبخندی گفت که ای پهلوان، تو به من بگو چه کسی اول دست به این کار گذاشت؟ این تو بودی که به سوی اردوی ترکان بیگناه هجوم بردی، در حالی که اونا اصلا سر جنگ با تو رو نداشتن و کاملا دور از کارزار به تماشا ایستاده بودن. بدو گفت رستم که شد تیره روز، چو پیدا کند تیغ گیتی فروز. بدین دشت هم دار و هم منبر است، که روشن جهان زیر تیغ اندر است. بگردیم شبگیر با تیغ کین، تو رو تا چه خواهد جهان آفرین. در این موقع که رستم از هر جهت درمانده شده بود، بهتران دید که جنگ رو به پایان ببرد. به این سبب روی به سهراب کرد و گفت میبینی که روز به تیرگی آورده، غروب فرا میرسد، بهتران است که دست از شمشیر و تیغ بکشیم تا فردا صبح که خورشید جهان افروز مجددن برگیتی بتابد، برگرد به اردوگاهت اینک، تا ببینیم که فردا کردگار بزرگ چه سرنوشتی را برای من رقم زده است. روز و روزگار به شما شنوندگان گرامیم خوش باد تا برنامه بعد.